سلام بچه ها، ما امروز ناکی داریم با سس پومودورو. بریم ببینیم که چیا نیاز داریم برای سس. یه سسی درست میکنیم به اسم پومودورو، یه سس خیلی خاصیه و در نظر گرفتم برای پاستای ناکی امروز، یعنی ناکی میشه دامپلین ایتالیایی، ولی این سس میتونیم برای هر پاستا درست کنیم، استفاده کنیم، یا تازه هم رو پیتزا میشه درست کرد. خب بریم برای مواد اول. اولا که یه چهارم لیوان روغن زیتون حتما باید بگیریم، یه دونه دست پارسلی، اوریگانو میخواد ولی پیدا نکردم، مجبورم خوش استفاده کنم ولی خیلی بهتره که تازه باشه، روزمری و ریحون، یه دونه پیاز که ما نیاز داریم، بهتره که پیاز قرمز باشه ولی من امروز دارم پیاز سفید استفاده میکنم، 3-4 تا حداقل کلوو گارلیک، اونایی که دوست دارن سیر بیشتر بزنیم، رنده شده باید باشه ولی من چیکار میکنم، این گوجه هایی که اینجا میبینین یا میتونیم مثلا چاپ، یعنی گوجه خودتون چاپ کنین یا کانسرو استفاده، من چیکار میکنم، من اینا بلند میکنم با سیر که دیگه همش با هم بلند شه. بعدش هم دیگه ما یه دونه خامه داریم که باید استفاده کنیم، موتزارلا بول، این توپ های موتزارلا من 4 تا در نظر گرفتم، اون حالا بعدا نشون میدم چرا ما نیاز داریم، یه نصف لیوان هم پارمزان ما میخوایم و دیگه این هم میشه مواد اول پومودورو. بریم به سمت آماده کردن این سس. خب برای آماده کردن سس ما میام یه مایتبه میاریم، یه سوم لیوان روغن زیتون اول باید بریزیم، بعدش ما میایم روزمری میذاریم با جعفری و ریحون و اوریگانو، البته اوریگانو من تازه نداشتم، ادویه خشکشو ما میذاریم. روش پخت این سس به این حالتی که اول ما اینو میذاریم تو روغن که قشنگ کریسپی باشه، که مزه‌دار بشه این روغن، و همین حالت ما یواش یواش سرخ میکنیم که کریسپی که شد به این حالت، یعنی این الان دیگه ما باید جدا کنیم و این ادویه که ما الان سرخ کردیم و ما برمیداریم به همین حالت، برداشتیم روغنش میمونه با همون مزه همه این ادویه که ما الان سرخ کردیم، و بعدش دیگه میایم پیاز رو ما اضافه میکنیم و یواش یواش تف میدیم، نمیخوایم برنزه باشه مثل پیاز دار، همینجوری یه ذره ما بهش میگیم سویتید، همینجوری یواش یواش ما اینو سرخ میکنیم، تف میدیم، بعدن اون یه دونه کن کنسرو یا من استفاده کردم، خودم بلند کردم گوجه، اینم باز میکس میکنیم قشنگ، اینم قشنگ جا بیفته با اون پیاز، پیاز که الان جا افتاد ما میایم نمک و فلفل اونا اضافه میکنیم، رب اضافه میکنیم و اینم الان میکس میکنیم قشنگ، و بازم اینم الان قشنگ میذاریم قشنگ جا بیفته، و این حداقل 45 دقیقه باید بذاریم رو گاز. بعد 45 دقیقه خامه، نفس خامه میکس میکنیم به این حالت الان در میاد، ولی الان دیگه گاز خاموش میکنیم، میذاریم کنار که ما الان بریم به سمت آماده کردن ناکی. یه دامپلین ایتالیایی حالت پاستا هستش، که خانواده پاستا هستش، با سیب زمینی آرد درست میشه. مواد اولش هم خیلی راحت، 2 تا سیب زمینی، 2 تا لیوان آرد، یه تخم مرغ، حالا نمک فلفل هم اضافه میکنیم. بریم آماده کنیم. قابلمه با آب جوش سیب زمینی ها با پوست میزنیم تو، قشنگ بپزه. زمانی که پخت ما این پوستش رو ما این موقع بعد از پختش رو جدا میکنیم، برای اینکه نشاسته خیلی مهمه، ما نمیخوام از دست بدیم، برای همین با پوست ما میپزیم. پوست که ما الان کندیم کات میکنیم به این حالت، دو تا سیب زمینی ها رو، بعدا نمک و فلفل رو اضافه میکنیم. اضافه کردیم نمک و فلفل، بعدا ما شروع کنیم به کوبیدن که حالت پوره در بیاد سیب زمینی، ولی دقت کنیم ما هیچ دیگه کره مره اینجا الان ما هیچی نمیزنیم، فقط همون نمک و فلفل ما زدیم، بعد دیگه ما اینو شروع میکنیم که حالت پوره در بیاد، این خیلی مهمه اینجا. نم که شد ما اینو خالی میکنیم روی این تخته، بعدم باش با دستمون این حالت رو انجام میدیم، بعد وسطش رو خالی میکنیم و اون تخم مرغ رو کامل میزنیم وسط، و یواش یواش آهسته خیلی یواش ما با دستمون این سیب زمینی با هم میکس میکنیم که یه حالت خمیر در میاد.
قشنگ که میکس شد به این حالت، ما میایم الان میز و یه ذره آد روش میذاریم، یه دونه لیوان آد اول میذاریم، بعدا اون سیب زمینی رو که ما پوره کردیم اونم اضافه میکنیم، بعدا با دستمون ما نید میکنیم، نید میکنیم مثل آماده کردن خمیر پاستا یا پیتزا. این قشنگ باید مخلوط شه و تا زمانی که شما اون حالت چسبی از بین نره، شما همینجوری باید آد یا یواش یواش اضافه کنی که سفت باشه این خمیره، نباید بچسبه دیگه. زمانی که دیدین که اوکیه و نمیچسبه، میدونی که الان مثل همین الان این آماده است. یه ذره آد رو بیشتر میکنیم که قشنگ قشنگ مثل همون خمیره سفت و نم در بیاد. این الان خمین تقریبا آماده است. بعد میایم اینو کات میکنیم چهار قسمت و شروع میکنیم رول کردن. دقت کنین اینجا به این حالت ما رول میکنیم به اندازه 1 اینچ، یعنی درازیش حالا مهم نیست ولی گدشو 1 اینچ بیشتر نباید باشه. و به این حالت دیگه ما شروع میکنیم کات کردن. 0.5 اینچ ما همینجوری کات میکنیم، حالت لقمه ای که این میشه بیس به این حالت، این میشه بیس ناکیمون. تموم میکنیم همه خمیر رو آماده میکنیم به این حالت. بعدا از لحاظ دکور یا دیزاین این ناکی ما با چنگال میاریم این حرکت انجام میدیم که روش یه دیزاین روش در بیاد. حالا مهم نیست، نیاز نیست که این کار بکنیم، ولی آشپزهای حرفه‌ای این کار رو میکنن که یه دیزاین روش در بیاد به این حالت. بعد اینکه میایم آب جوش رو آماده میکنیم توی قابلمه بزرگ، نمک میزنیم، میکس میکنیم و این دامپلینا یا این ناکیا میزنیم تو. زمانی که اومد رو آب، یعنی این الان آماده است به این حالت، این الان پخته است، یعنی مکسیمم 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه دیگه. اینو در بیارین و بذارین تو همون میکس پومودورو یه 10 دقیقه همینجوری رو شعله خیلی کم این میکس کنین. بعدم میایم مارتسویل تیکه تیکه روش میذاریم به این حالت، پامزن هم روش میریزیم، بعد اینو میذاریم یه 5-10 دقیقه بمونه. روغن زیتون رو اضافه میکنیم یواش یواش که دیدین که پنیر که آب شد، یعنی این دیگه الان دیگه آماده است برای سرو کردن. اینم دیگه بچه ها ناکیمونه با سس پامودورو. امیدوارم که خوشتون اومده بچه ها از این رسیپی، حتما حتما امتحان کنید، چیزی جذاب و میدونم که تو ایران خیلی کم پیدا میشه و پیشنهاد میدم که حتما اینو ترای کنین. ترای کردین حتما عکس و ویدیو برای من بفرستین.